سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. امیدواری ها از اعلام دور تازه ی آتش بس در افغانستان و واکنش متفاوت یک گروه طالبان در مورد خودم باید تقویه کنیم. در خود نظامی یک واژه است، میگه ما دوستی میکنیم، صلح میخواییم، همه چیز میکنیم، لیکن باروت خود خشک نگاه میکنیم. بازگشت تحریمات ایالات متحده بر ایران و ابراز تأسف شدید اتحادیه اروپا و افزایش تنش کمپیشین اقتصادی بین ایالات متحده آمریکا و چین. سلام، سیرزی هستم و برنامه خبری امروز دوشنبه ششم ماه اگست سال 2018 خوش آمدید. برنامه امروز در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه‌ای مستقیم نشر میشه و امید است تا پایان برنامه با ما باشید. دوستا، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در عید قربان احتمالاً آتش بس با طالبان را اعلام کند، اما آنها همچنان امیدواری میکنند که این آتش بس طویل مدت باشد. شورای عالی صلح میگوید که مردم افغانستان از طالبان نیز انتظار دارند که با اعلام آتش بس زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازند. اما تحلیلگران بر این باورند که در عید قربان طالبان ممکن شدت جنگ را کاهش دهند، اما احتمال اعلام آتش بس از سوی این گروه نمی رود. با نزدیک شدن عید قربان، این احتمال که دولت افغانستان بار دیگر با طالبان آتش بس می کند قوت گرفته است. شورای عالی صلح هم می گوید که انتظار می رود این آتش بس دراز مدت باشد تا اعتماد میان دو طرف بیشتر شود و در نهایت زمینه برای صلح دائمی فراهم گردد. ما از طالبان مسئله افغان می خواهیم تا صدای مردم افغانستان را نادیده نگیرند و زودی اعلان آتش بس دائمی بکنند و صدای مردم صدای آتش بس است، صدای مردم صدای صلح خواهی است. هیئت خود به خاطر آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت زود اعلان کنند. با این حال برخی ها بدین باورند که حملات طالبان در عید قربان کاهش خواهند یافت و اما احتمال اعلام آتش بس از سوی این گروه اندک است. در عید هم مردم میخواه، ولی مردمای یا دستهای پنهان شده هستند که آتش بس را طرف منفی برا و آتش بس را متضرر کنه. به این خاطر به نظرم این رقم که در عید گذشته بودن، این رقم آتش بس نخواهد باشه. ظاهراً آتش بس عید سعید فطر در جنگ افغانستان تغییر ملموس نیاورد و با پایان یافتنش جنگ به گونه ادامه یافت که قبلاً وجود داشت. آگاهان نظامی میگویند که هرچند جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد، اما در صورت آتش بس مراقب حرکات طالبان باید بود تا اهداف ویرانگرانه را دنبال نکنند. اگر آتش بس میشه هم به نفع ما هست. ما در جهان به اصطلاح مطرح میشیم، در جهان دارای یک چیز میشیم که ما تروریست نیستیم، ما صلح میخواییم، ما جنگ نمیخواییم. یک موضوع است. موضوع دومیش است که خودم باید تقویه کنیم. در خود نظامی یک واژه است، میگه ما دوستی میکنیم، صلح میخواییم، همه چیز میکنیم، لیکن باروت خود خشک نگاه میکنیم. امروز در نشست شورای وزیران، رئیس اجرای افغانستان گفت که تماس میان طالبان و امریکا برای زمینه سازی گفتگوهای صلح افغانستان است. آقای عبدالله بار دیگر تاکید کرد که داعش شامل آتش بس فروند صلح افغانستان نخواهد بود. در شمال کشور تعدادی از نیروهای داعش تسلیم شدند که با اونا بایسی اسرایی که در جنگ دستگیر شدن برخورد میشه. تسلیمی به معنای این نیست که اونا جنایت کرده باشن و بعد بیان در زمانی که چهار بالاشان حصر شده و بیان به طرف دولت و بعد به اونا پناه داده شود و جنایت را که اینا انجام دادن از او چشم پوشی شود. مردم هم میگویند که خواهان آتش بس و صلح هستند. شورای سرتاسری علما نیز از حکومت و طالبان خواسته که به مناسبت عید قربان آتش بس همیشگی کنند. آتش بسی که به گفته مردم آغاز باشد برای پایان 40 سال جنگ در افغانستان. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. ما در هرات اعلامیه‌های از جانب مولوی عبدالحکیم قاضی و قضات طالبان در میان مردم و در مساجد زیر نفوذ این گروه در ولسوالی‌های شمالی و جنوبی هرات نشر شده که در این اعلامیه طالبان از آتش بس استقبال کردند.
مقام های محلی هرات میگوین این اعلامیه ها بیانگر خستگی طالبان از ادامه جنگ و علاقهشان برای اشتراک در گفتگوهای صلح است. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد. این اعلامیه طالبان که با مهر و امضای مولوی عبدالحکیم قاضی القضات گروه طالبان است، از دو روز به این سو در ولسوالی‌های کشک رباتسنگی، گلران، کشک کهنه، کهسان، ادرسکن و شندند هرات بر روی دیوارها نصب شده است. طالبان در این اعلامیه از پروسه آتش بس در ایام عید قربان حمایت کرده و به نوعی علاقمندی خود برای حضور در مباحث صلح با آلمان دینی و گروه‌های بی‌طرف را اعلام داشتند، موضوعی که با استقبال مقام‌های محلی ولایت هرات روبرو شده است. نشر چنین اعلامیه‌ای از آدرس قاضی القضات طالبان در جغرافیای هرات نشان می‌دهد که رهبری طالبان از جنگ خسته شدند و ما امیدوار هستیم که در عید قربان شاهد استقرار صلح و آتش‌بس دائمی در افغانستان باشیم. رئیس کمیته صلح ولایتی هرات نیز این تصمیم طالبان را در زمینه آغاز گفتگوهای صلح مهم می‌خواند. او میگوید که تلاش‌های حکومت افغانستان برای تشویق گروه طالبان به گفتگوهای صلح و اعمال فشار بر حامیان این گروه موفق بوده است. خود رئیس جمهور الحمدلله حرکت‌های خوبی کردند و علما حرکت‌های خوبی کردند که بعضی اونها در خیمه لوجرگاه تا شهیدم دادم، بازم فتوا خود صادر کردم و همچنین در سمیناری که در عربستان شد اینجا هم علما فتوا خود دادم و نشستای کردم دیگه. اینا همگی به کتاب تلاشی دولت و شورای صلح هست که مقصد امکانات آماده شده و خود طالبا هم آماده شدن که بعضی به صلح یک جاش. مقام های امنیتی ولایت هرات نیز میگویند که با کسب تجربه از پروسه آتش بس در ایام عید فطر تلاش خواهند کرد تا این بار به گونه قوی تر پروسه آتش بس را مدیریت کنند. به گفته این مقام ها پلیس با گرفتن تدابیر جدی به افراد طالبان برای دید و بازدید به اقوامشان اجازه خواهد داد. قربان اعلام میکنم ما حاضر هستیم همراه شما. اما این دفعه با تجربه که در عید گذشته بود ما بعضی تجارب در اونجا آموختیم که ما بیشتر توجه خواهد کردیم که ملت، نیروهای امنیتی، شعارهای ما و ولسوالی ما باید آسیب نبینه. ببینه ما منتظر اعلامیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بودیم. طوری که هدایت مقامات صالح بود ما هم رقم عمل خواهد کردیم. اعلامیه قاضی القضات گروه طالبان همچنان با استقبال مردم و فعالان مدنی در ولایت هرات مواجه شده است. آنان میگویند علاقمندی طالبان به آتش بس و پروسه صلح نمایانگر خستگی آنها از جنگ در افغانستان است. امیدواریم دروازه گفتمان دو جانبه میان دولت و مخالفان از طریق آتش بس باز بشه تا بالاخره مردم افغانستان هم به چیزی به عنوان صلح باور داشته باشن و طرفای درگیر قضایای افغانستان هم بتونن همدیگر یک درک نسبی داشته باشند. خیر در صلح نهفته است و صلح اساس و بنیاد رفاه و آرامش و سعادت یک اجتماع. ما هر اقدامی که در راستای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان از هر جانبی که باشه از جانب مردم افغانستان قابل ستایش و ستودن. در جریان روزهای عید فطر و آتش بس موقت نیز شمار زیادی از افراد طالبان به شهرهای افغانستان آمده و با خانواده هایشان و مردم دیدار کردند. اعلامیه گروه طالبان برای آتش بس در ایام عید قربان نیز در حالی نشر شده که شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان نیز از حکومت و گروه طالبان خواهان آتش بس دائمی در این کشور شده اند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. سازمان همکاری های اسلامی هم حملات اخیر یا انتحاری اخیر در افغانستان را تقبیح کرده و برای عملی شدن قطعنامه نشست علما در مکه مکرمه از حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهد تا تلاش‌ها برای گفتگو و آشتی را سرعت بخشند. یوسف بن احمد العثیمین، سرمنشی سازمان همکاری‌های اسلامی از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان کار کنند. حسین آوینی بودسالی، سفیر سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان، امروز در یک نشست خبری اعلامیه سرمنشی این سازمان را به رسانه ها شریک کرده که در آن به حمایت از قطعنامه نشست مکه مکرمه درباره صلح افغانستان یک بار دیگر تاکید شده است. حکومت رئیس جمهور ترامپ کمک های امنیتی و انکشافی واشنگتن به پاکستان و همچنان مساعدت های ملکی به افغانستان را در مقایسه با سال های گذشته کاهش داده است. دلیل عمده این تصمیم نارضایتی آمریکا از مبارزه نابسنده پاکستان
برزده گروه‌های دهشت افغان مستقر در آن کشور بوده است. حکومت آمریکا در سال 2019 میلادی فقط 336 میلیون دلار به پاکستان مساعدت می‌کند که 256 میلیون دلار آن مساعدت اقتصادی و فقط 80 میلیون دلار مساعدت نظامی است که بخش نظامی آن هم مشروط به همکاری عملی پاکستان در چارچوب استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا می‌باشد. Is increasing. Shash Jawan. Nowadays it's quite difficult for young generations. I see the struggle. از هفت کشور جهان با شمول افغانستان در صحبت با صدای آمریکا روی رهبری جوانان. Motivate them. They will do anything. زمان چهارشنبه 8 ماه آگوست. این بحث را به طور زنده از صفحه فیسبوک داری تماشا کنید. شما را کشش شدگان زلزله دیروز در اندونزیا به حد اقل 100 نفر افزایش یافته. زلزله به مقیاس 7 درجه ریکتر روز یکشنبه جزیره لومبوک اندونزیا را تکان داد. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا امروز گفت که این زلزله سبب خسارات زیاد در شمال این جزیره و شمار تلفات هم ممکن بیشتر شود. در این رویداد بیش از 230 نفر دیگر زخمی شدند و حدود 20 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کارکنان نجات هنوز به برخی مناطق رسیده و مردم هم هنوز در زیر آوار گیر ماندند. دوستان عربستان سعودی روز دوشنبه سفیر کانادا را در ریاض اخراج و تمام تشبسات جدید خود را با کانادا به تعلیق درآورد. اقدام خشمگینانه ریاض در پی انتقاد کانادا از بازداشت فعالان حقوق زن در عربستان سعودی صورت می‌گیرد. وزارت خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که بنینیس هورک سفیر کانادا در ریاض فقط 24 ساعت وقت داده شده است تا آن کشور را ترک کند. اعلامیه وزارت خارجه عربستان همچنان حاکی است که ریاض سفیر خود را از کانادا نیز فرا می‌خواند. وزارت خارجه کانادا گفته است که از این اقدامات عربستان سعودی به شدت نگران است، اما یک بار دیگر تاکید کرده است که کانادا همواره به حفاظت از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و آزادی بیان در جهان ادامه خواهد داد. پس از اعلام افزایش مالیات گمرکی از سوی ایالات متحده و چین بر اموال تجارتی یکدیگر، تنش میان هر دو اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است. پس از آنکه واشنگتن هفته گذشته از بلند بردن مالیات بر اموال وارداتی چین خبر داد، بیجینگ نیز گفته است که بر بیش از 5000 قلم جنس آمریکایی که تعداد مجموعی آن به 60 میلیارد دلار میرسد مالیات گمرکی را افزایش خواهد داد. جزئیات بیشتر و تازه ترین معلومات در مورد تنش ها بین واشنگتن و بیجینگ را همکارم سعید عزیز رحمان دلوار کرده و همکنون از امارات از مقابل امارات کنگرس ایالات متحده در برنامه با ما هست. عزیز جان یک بار دیگه سلام، خسته نباشیم. تنش میان هر دو کشور به کجا رسیده و آخرین جزئیات به شما چی است؟ تشکر آقای زیا، سلام با شما و سلام به بیننده های ما. زد و بند بین هر دو کشور جریان داره. در نتیجه زد و بندها امروز بازار اسهام چین تا حد متزلزل بود و ین یا واحد پول آن کشور نیز شاهد یعنی ارزش خود را تا حدی در مقابل دلار از دست داده بود. رسانه های دولتی چین امروز پالیسی های تجارتی رئیس جمهور دونالد ترامپ را تقبیح کردند و تلاش داشتند تا با سرمایه گذاران نگران در آن کشور اطمینان را بدهند که گویا وضعیت اقتصادی در آن کشور خوب است. اما اینجا در واشنگتن باز رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر بر معاملات خوب تجارتی با خاطر کشورش تاکید داره. البته با تنش بین هر دو کشور یا تنش های تجارتی بین هر دو کشور، تعداد سرمایه گذاران یا تعداد زیاد سرمایه گذاران آمریکایی نیز نگران هستند و در عین حال باز قانون گذاران مرتبط به حزب رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز به دو دسته مخالف و موافق با رئیس جمهور ترامپ تقسیم شده اند. We are making new American dreams come true. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر با رشد قوی اقتصادی و کاهش بی‌نظیر میزان بیکاری در ایالات متحده اشاره می‌کند. حال که ما بهترین اقتصاد را در تاریخ برای کشور خود داریم، زمان آن است تا بدترین معاملات تجارتی را درست کنیم که توسط هر کشور دیگر در گذشته صورت گرفته است. دونالد ترامپ اخیراً در توییترش افزایش مالیات گمرکی بر اموال خارجی را کارا خوانده و ادعا کرده که این کار اقتصاد آمریکا را تقویت خواهد بخشید و باعث افزایش میزان شغل و ثروت برای آمریکاییان خواهد شد. اما تعداد از همحزبیان رئیس جمهور در کنگره
با این دیدگاه مخالفند. فکر نمی کنم که افزایش مالیات گمرکی پاسخ درست باشد. من از آن حمایت نمی کنم. ما باید در مورد برداشتن آن اقدامات متوجه باشیم که موانع تجارتی را افزایش می دهد. اگر ما مالیات گمرکی بلند را بدون دلیل وضع می کنیم، در حقیقت ما زمینه برای اقدامات بالمثل و وضع مالیات گمرکی بلندتر بر صادرات خود را مساعد می سازیم. قانونگذاران دموکرات نیز افزایش یک جنگ تجارتی با چین را یک استراتژی ناکام خوانده و میگویند که این کار امریکاییان را بیشتر از چینایی ها متضرر می سازد. با وجود آن که افزایش مالیات گمرکی تعداد از صنایع مشخص امریکا را به گونه بی‌تناسب متاثر ساخته است، اما حکومت رئیس جمهور ترامپ تاکید دارد که یک جنگ تجارتی چین را بیشتر متاثر خواهد ساخت و باعث ایجاد شرایط بهتر تجارتی برای ایالات متحده خواهد شد. ما باید معاملات تجارتی خوب داشته باشیم. ما کشور خود را نسبت به هر وقت دیگر ثروتمند خواهیم ساخت. اما سرمایه گذاران امریکایی یک دورنمای خطرناک را پیش بینی می کنند. اتاق تجارت ایالات متحده نیز هشدار داده که افزایش مالیات گمرکی می تواند کارایی آن اقتصاد قوی را که ترامپ از آن با افتخار یاد میکند تحت شعاع قرار دهد. خب تنش تجارتی بین چین و ایالات متحده نه تنها که بازار اسهام چین را تا حد متاثر ساخته، بلکه بازارهای اقتصادی اروپا و آسیا نیز امروز تا حد متزلزل بودند. به خصوص کشور آلمان که یکی از اقتصادهای بزرگ در اروپا را تشکیل می دهد، از حدود دو ماه به این طرف شاهد یک نوع بی‌ثباتی اقتصادی می باشد و سرمایه گذاران آلمانی نیز از پالیسی های تجارتی رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کردند و او را تقبیح کردند. در این حال باز تعداد از تحلیلگران به این باور هستند که ادامه تنش تجارتی بین چین و بین ایالات متحده میتونه که جریان سرمایه های خارجی را در مارکت تا چند هفته دیگر متاثر بسازه. آقای زیا. سپاس از شما. بقیه روز خوش. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامعه. تحریم های اقتصادی آمریکا بر ایران از نیمه امشب به وقت واشنگتن اثر گرفته می شود. در این تحریم ها بانک ها از فروش دلار به ایران و نیز شرکت ها از خرید فروش محصولات نفتی ایران منع می شوند. بخش دیگر این تحریم ها صنعت کشتیرانی و موترسازی ایران را هدف گرفته و فروش طیاره، طلا و دیگر فلزات کلیدی را به آن کشور نهی می کند. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه از اعمال دوباره تحریم ها بر ایران ابراز تاسف کرده. همکارم جیلا نوری جزئیات را در این مورد دنبال کرده و هم اکنون از اتاق مرکزی خبر صدای آمریکا با در برنامه با ماست. جیلا جان خسته نباشین، سلام دوباره. تازه ترین جزئیات در مورد پیش شما چی است؟ سیاه جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز. آقای پامپیو در راه بازگشت به آمریکا روی آغاز اعمال تحریم ها بر ایران صحبت کرد، ولی واضح ساخت که موضع اداره آقای ترامپ از اعمال تحریم ها بر ایران این است که مردم ایران باید نقش مهم و تعیین کننده در انتخاب رهبرای خود داشته باشند. و مخابرات آمریکا مکررن میگن که آنها قصد تغییر رژیم در ایران را ندارن و میخوان که مردم ایران قادر به انتخاب رهبرای خود باشند. اما در مورد تحریم ها، دور اول تحریم ها از فردا سه‌شنبه انفاذ میشه که شامل سکتور فلزات گرانبها، سکتور موتورسازی و دیگر سکتورها به شمول قالینای ساخت ایران است که طبق تحریم ها بانک ها از فروش دلار به ایران منع میشن. شاید بیشتر در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنیم. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در راه برگشت از سفر جنوب شرق آسیا در حضور خبرنگاران گفت قصر صفحه جزئیات عمل ساختن تحریم های تازه علیه ایران را امروز دوشنبه اعلام میکند. ایالات متحده اکنون با فشار مالی و دیپلماسی میخواهد رژیم را با وجودی که از آن برای غنیسازی خود و برای تخریب و کشتار استفاده میکند مانع شود. ما مسئولیت داریم تا حد اکثر فشار را بر ظرفیت رژیم برای ایجاد و انتقال پول وارد آوریم و این کار را خواهیم کرد. هدف این کمپاین تغییر موضع تحریمات بر سکتور بانکی و انرژی ایران است. وزیر خارجه آمریکا بر روز یکشنبه در برگه توییتر خود از خشونت در ایران به خاطر مشکلات اقتصادی و اعتراضات ضد فساد اظهار نگرانی کرده است.
ما میخند روی گزارش های خشونت رژیم ایران علیه ملکی های غیر مسلح نگران استیم. ایالات متحده از حق مردم ایران برای اعتراض علیه فساد و سرکوبی رژیم بدون نگرانی انتقام متقابل حمایت میکند. رئیس جمهور ترامپ نیز دلیل خروج ایالات متحده را از موافقتنامه هسته ایران با جهان تغییر ایران میخواند، ولی میگوید که آماده است با رهبران ایران گفتگو کند. من ایالات متحده را از پیمان هسته‌ای یک جانبه با ایران بیرون کشیدم و ایران دیگر آن کشور سابق نیست. همین قدر می توانم بگویم که می بینیم چی می شود، اما ما آماده هستیم تا معامله واقعی را با ایران داشته باشیم، نه معامله که توسط اداره قبلی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و یک فاجعه بود. اما رهبران ایران مکررن پیشنهاد آقای ترامپ را برای گفتگو رد کرده و از مشی اداره آقای ترامپ انتقاد میکنند. اونا باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگ هاست. خوب باید بفهمند صلح با ایران مادر صلح هاست. اینا باید درک کنن. امروز دوشنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفت که رهبران آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل در خصومت با ایران در انزوا قرار گرفتند. اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه از اعمال دوباره تحریم بر ایران اظهار نگرانی عمیق نمود. در اعلامیه مشترک فردریکا موگرینی، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان آمده است که آنها تلاش میکنند تا راه‌های مالی مؤثر با ایران را باز بگذارند. در این میان چین در واکنش به تقاضای ایالات متحده برای قطع واردات نفت ایران گفت همکاری با ایران برای چین قابل توجیه، مناسب و قانونی است. چین و ایران با عدم تخطی از تعهد بین المللی خود روابط و تبادلات عادی خود را حفظ می کنند و ما مکررن با تحریمات یک جانبه مخالف هستیم. روابط معمولی تبادله و همکاری را به پیش می برد. عربستان سعودی، اسرائیل رقبای کلیدی ایران در منطقه هستند که از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا بر ایران حمایت می‌کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. دوستان، در آغاز برنامه از افزایش امیدواری‌ها در مورد اعلام دور تازه آتش‌بس از سوی حکومت افغانستان شنیدن و همچنان شنیدن که یک گروه از طالبا در ولایت هرات آمادگی و یا هم استقبال کردن از آتش بس بار دوم در افغانستان. اعلام دور تازه آتش بس در کل چه معنا داره و چگونه خواهد بود و عواقب آن چه بوده میتونه؟ برای بررسی تازه ترین انکشافات در پیوند روند صلح و آتش بس در افغانستان هم اکنون فرصت داریم تا با محترم اسدالله بارکزی، معاون سخنگوی شورای عالی صلح، که هم اکنون در استودیو کابل حضور دارن، بحث داشته باشیم. بارکزی صاحب، تشکر از وقت. در آغاز میشه معلومات بتین مولوی عبدالحکیم که قاضی و قضات طالبان در هرات معرفی شده، کی است در واقع و پیام او به خاطر آمادگی برای انجام صلح چه اهمیت داشته میتونه؟ من سلامونه تاسو ته او تاسو ته رادیو تلویزیون لري د افغانستان او ټول شریف ولسته وړاندې کومه. کله چې موږ د سولې علي شورا د مسؤلیت لري تاسو د سولې د پاره هڅې وکړي او د سولې راستراوړو د پاره چې د هر ادرسه کېږي، د هر لارې کېږي، تر څو سولې ته موږ چې نږدې کېږو، موږ کوششونه او هڅې وکړو تر څو سوله راسي او ثبات راسي. خو په دې وروستیو وختونو کښې، په کوچني اختر کښې او اوس په لوی اختر کښې، په کوچني اختر کښې موږ تاسو ولیدل چې وربند وسو. وربند هغه څه وه چې دواړه اړخونه دې ته په دې وپوهېدله چې نور د جګړې څخه خسته دي، نور جګړې څخه نه غواړي، او په راتلونکي اختر کې هم احتمال د دې شته چې وربند دو طرفه وربند وسي. موږ د سولې عالي شورا که د یوې لازې دپاره هم د دلته د وینو تویول بسیږي، د وینو تویول که مخنیوی کېږي، موږ هغه اقدام یو نیک ګام بولو او د افغانستان په خیر باندې بولو. دا چې په راتلونکي اختر کې درې ورځې وربند کېږي، موږ تمه دا ده چې درې ورځې وربند د افغانستان د ولس هغه ارمان او تږه د سولې دپاره چې دی هغه نه اوبه کوي، بلکې موږ د یو دایمي سولې غوښتونکي هم یو. برای تکرار میکنم بخش دیگه سوال ما، آقای مولوی عبدالحکیم که قاضی و قضات طالبان معرفی شده، شما اونا را میشناسین؟ آیا پیام او تاثیرگذار است؟ یک مسئله.
و جزئیات در مورد دور دوم آتش بس پیش شما چی است؟ آتش بس از کدام روز آغاز میشه و کدام روز پایان میافه؟ د آتش بس یا د وربان غشتنه د افغانستان دولس غشتنه ده د دینی علما غشتنه ده موږ د افغانستان حکومت او امیدوار یو چې د غشتنه ته مثبت جواب وای او وربان اعلان کړي او د وسلوال طالبان څخه موږ غشتنه ده چې هغوی هم هغه وربان ته لبیک وای خو موږ یوازې په درې ورځې باندې یا په څلور ورځو یا په لس ورځو باندې د افغانستان دولس هغه تند کفایت نه کوي بلکې د یو وژمحال وربان او د هیلمنیو چې دا وربان په هیواد کې د دائمی وربان په لامه وګرځي تاسو هیڅ معلومات نداره بله آقای بارکزای هر چی پیش ارګ ریاست جمهوری است نه نه تر اوسه پورې وربان رسما اعلان شوی نه دی خو د سولې عالي شورا هم دا کوشش کوي د افغانستان ولس هم دا کوشش کوي په تېرو ورځو کې د افغانستان د نیولو علما هم دا غږ پورته کوي تر څو وربان وسي او د دغه وربان چې د دواړو طرفونو ترمنځ د مینې محبت یو په ځای ایجادوي په هیواد کې د یو دائمي وربان یک بحث شعار و خواست از آقای بارکزای یکی که شما من حیث یک مسئول سخنگوی شورای عالی صحبت میکنین چند روز میخواین با طالبا اعلام آتش بس بکنین؟ نه. ما مخکې مو ویل چې درې ورځې وربند په هیواد د ولس هغه ارمان او تند د سولې نسی اوبه کولی موږ د دایمي وربند په هیواد کښې د خدای هغه ورځ راولي چې په نور هیواد کښې دایمي وربند وسي او د سولې خو د یوه دقیقه هم د افغانستان د خلکو دپاره موږ څه چې وینو تویولو پکښې بند وي هماغه هم ښه ګام بولو خو په مجموع کښې مو د هیله دا ده چې وربندونه نور په افغانستان کښې د یو دایمي وربند به اس وګرځېږي آیا با گروه طالبان به رهبری آقای هبت الله آخند در تماس هستین اونا اعلان کردن که آتش بس یک بار بود و تکرار هم نمیشه اونا میخواین با شما آتش بس کنن این بار یا خیر آتش بس یک جانبه خواد بود تاسو وګورئ په دې وروستیو وختونو کښې د سولې عالي شورا د خپل قوي هڅو او منظمو پلانونو پر اساس باندې او د ولس د غږ او په کور دننه د دیني علماو غږ کور د باندې د اسلامي نړۍ د دیني علماو غږ او د مکې د حرمینو شرفینو د امامانو غږ د سولې دپاره او د جګړې د بسولو دپاره یې چې کوم غږ پورته کړی دی دا هغه غږ څه دی چې پر وسلوالو طالبانو باندې هم تاثیرات لودلي دي او موږ امیدوار یو چې وسلوالو طالبان د غږ د مثبت ځواب وایي او درې ورځې نه بلکې په افغانستان کښې د یو دایمي وربند دپاره امادګي وشي مخامخ مذاکرات راسي شما باز هم از امیدواری ها صحبت میکنین شما سخنگوی شورای عالی صلح هستین آیا با گروه طالبان پس از نشست مکه پس از اعلام آتش بس دور اول در تماس بودین آیا با نماینده های هبت الله آخوند صحبت کردین شورای عالی صلح تنها یک اداره به نام باقی مانده و یا هم معلومات داده میتونین بر بیننده ها از امیدواری ها صحبت نمیکنین دیگه نه موږ د سولې عالي شورا دا مسؤلیت لري چې د سولې د راوستلو دپاره خپل هڅې او کوښښونه وکړي موږ د دیني علماو د افغانستان د ولس د هر چینل چې کېږي موږ د سولې دپاره هڅې او کوښښونه کړي دي تر څو پر وسلوالو طالبان دې تشویق وکړو چې هغه د سولې د مذاکراتو سره کښېني او مخامخ خبرو د سولې شورا پر منځګړیتوب باندې د افغانستان حکومت سره د مخامخ خبرو ته کښېني تر څو د افغانستان د ولس هغه یعنی شما هیچ تماس با گروه طالبان ندارین پس از عید رمضان با وجود اعلام آتش بس دور اول و با وجود نشست علمای دینی تماس با طالبان وجود نداره و شما امیدوار هستین که ممکن آتش بس نتیجه بده اگر ما درست شنیده باشم بله یا نه خیر مج هڅې او کوښښونه کړي دي تر څو وسلوال طالبان د افغانستان د دیني علماو د خلکو دې غږ ته مثبت ځواب ووایي تر څو راشي د سولې مخامخ مذاکراتو کښېني آقای بارکزای تشکر از اینکه به استودیو حضور یافتین بخیر روز شما خوش ممنون سلامت است دوستا با همی بس در ختم بخش دری قرار میگیریم نشرات تلویزیون آشنا در نیم ساعت به زبان پشتو ادامه داره احمد شکیب دوست میزبان شما خواهد بود آقای دوست به استودیو تشریف دارن حتما سلام بر شما حتما سلام برنامه تازه تر و
پیام تازه تر بر بیننده ها داریم. بالکل ز سلام وړاندې کوم تاسو ته درن ولیدون کوم موږ په دې خبري ټولګه کې په جلال آباد کې د هغه افغان اسکر پر ژوند یو ریپورت لرو چې د ځان په قرباني کولو د غنو خلکو د وژل کېدو مخاوني ولا خو د خبرونو لنډیز د امریکا غږ د نن ماښام په پښتو خبرونو کې